در حال حاضر اگزما تبدیل شده به یک بیماری سخت و بدعلاج تو این ویدیو چکیده تجربیاتمون رو در مورد این بیماری براتون گذاشیم. تو انتهای ویدیو با من همراه باش سلام به دوستان خوبمون امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید فرشته اسفیدانی هستم پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم تو این ویدیو میخوایم راجع به اگزما صحبت کنیم بیماری که تبدیل شده به یک مورد لاعلاج و یا بدعلاج در حال حاضر داروهایی که برای بیماری داده میشه داروهای کورتوندار و استرویدی هستن که سرکوبگر سیستم دفاعی بدنن کلا کارایی خیلی خاصی ندارن در ابتدای بیماری اگه باشه یه مقدار درمان صورت میگیره علائم تخفیف پیدا میکنه اما در ادامه هیچ اثرات درمانی نداره اگزما هم که همراه هست با آماس التهاب قرمزی تاولی و خارش های خیلی شدیدی که بسیار طاقت فرساز اگه شناسایی بشه اگزما از چه نوعی هست درمانش خیلی راحت تره وقتی بیماری ها رو بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم چون به علت ها پرداخته نشده این همه بیماری ها تبدیل شده به بیماری های مزمن. در حالی که اگه نشونه ها رو بلد باشیم و نوع بیماری رو تشخیص بدیم درمان هم خیلی خیلی ساده تره پس خوب به نشونه های بیماری اگزما توجه کن اگزما دو نوع داره اگزمای صفراوی داریم یا گرم اگزمای سودایی یا سرد نشونه های اگزمای صفراوی چیا میتونه باشه؟ کسی که این نوع اگزما رو داره معمولا با خوردن گرمی ها مثل ادویجات، آجیل ها، خورما شرایطش بدتر میشه تو فصل تابستون خیلی اوضاش بدتر و وخیمتر میشه یعنی گرمی هوا مزید بر علت میشه یا اینکه تو فصل بهار هم تقریبا حالش خوب نیست اما با شروع پاییز و زمستان حالش بهتر میشه چرا؟ چون اون حرارت قالب به بدن اون سفرایی که قالب به بدن هست افت پیدا میکنه و فرد حالش بهتره نشونه های اگزمای سودایی به چه صورته؟ دقیقا این برعکس اگزمایی صفراوی هست چون سردی قالب هست فرد حتی با دست زدن به آب سرد هم شرایطش بدتر میشه و اگزماش اوت پیدا میکنه تو چه فصلی حالش بده؟ فصل پاییز و زمستان چقدر خوبه که ما به علت بپردازیم پرداختم علت 50 درصد قضیه رو برای ما حل میکنه که واقعا ما متوجه باشیم چه عواملی باعث به وجود اومدن بیماری اگزما میشه که فرد حاضر هر کاری رو انجام بده ولی بیماریش بهبود پیدا کنه معمولا افرادی که خیلی زودرنج و حساس هستن به پیرامون خودشون خیلی واکنش نشون میدن دقیقا این حساسیت تو سیستم دفاعی بدنشون هم به وجود میاد یعنی سیستم دفاعی بدن با هر چیزی به عنوان میکروب و عوامل بیماری برخورد میکنه و باعث ترشح هیستامین میشه مشکل از اینجا شروع میشه مورد دوم استفاده افراطی از برخی از مواد غذایی مثل چی استفاده افراطی از لبنیات مخصوصا ماست یا استفاده افراطی از گردو، سرخ کردنی ها، ها به هر حال یک ماده غذایی رو داره به افراط استفاده میکنه مثلا یکی از بیماران ما وقتی که ریشه یابی کردیم رسیدیم به اینکه تخم و مرغ خیلی داره مصرف میکنه و همون عامل بیماریش بود حذف تخم و مرغ زد و حالش از 70 درصد دردها و خارشاش تخفیف پیدا کرد یا اینکه بیش از حد داره دوش میگیره دوش گرفتن های بیش از حد شستشوهای بیش از حد استفاده از لوازم آرایشی در حد افراد استفاده از شوینده های شیمیایی تمام اینها پوست ما رو خشک میکنه و مستعد بیماری اگزما میکنه مورد مهم دیگه استفاده افراطی از غذاهای فریز شده است. بعضی عادت دارند تمام مواد غذایی رو تهیه میکنن و فریز میکنن. حتی هویجشون رو رنده میکنن، فریز میکنن. انواع سبزیجات به همین شکل که این کار درستی نیست غذای فریز شده فیبر ندارن ویتامین هاشون رو از دست میدن و این مواد غذایی وقتی وارد بدن میشه سیستم دفاعی بدن شروع میکنه به ترشح هیستامین زیادی اینجاست که با همون ایجاد آلرژی خارش تاول و سوزش های پوستی شروع میشه قبل از اینکه بپردازیم به درمان لایک یادتون نره لایک شما باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه گاهی وقتا یک راهکار نجات دهنده مشکل بزرگی از یک فرد میتونه باشه گفتیم اگزما دو نوع هست اگزمای صفراوی و اگزمایی سودایی نشونه هاش هم بهتون گفتیم میتونید هم یادداشت برداری کنید تا در صورت نیاز ازش استفاده کنید برای درمان اگزمای صفراوی چون از حرارت بالا هست یعنی متابولیسم بدن بیش از حد رفته بالا و خشکی ایجاد کرده ما نیاز داریم عمیقا بدن آبرسانی کنیم و علت رو توی کبد ریشه یابی کنیم چرا اینکه بیشتر مشکلات کبدی یک سرش بر میگرده به حرارت بالای کبد اینجا بهترین درمان ساده ترین و میون درمان استفاده از میوه هایی که قرمز رنگ هستند مثل انار، مثل شاتوت، آلبالو، گیلاس، زرشک بهترین هستن من بهتون توصیه میکنم حتما اگه فصل شاتوت هست برای این مشکلتون شاتوت استفاده کنید اگه فصلش نیست از شربت شاتوت مشروط بر اینکه شیرینی شربتتون یا شیرینی مفید باشه مثلا اصل باشه یا شکر سرخ باشه چون خود شکر سفید کلی مسائل مشکلات برای فرد به وجود میاره آب انار روزانه سفنجان بهتره برای نتیجه بهتر آب انار و آب زرش که تونه همراه مقداری نمک طبیعی بچشین بخاطر اینکه افراد خیلی های سردی دارن وقتی که نمک طبیعی بهش اضافه میکنن باعث میشه معدهشون دچار سردی نشه و دلپیچا نگیرن چون بعضی ها وقتی که آب زرشک استفاده میکنن میگن من دلپیچا میگیرم علتش همون سردی معده است که با مقداری نمک طبیعی یا اصل کاملا حل میشه روش دوم درمان استفاده از سوپ هایی که با جو درست میشه و حتما به اندازه کافی آب قوره یا آب لیمو ترش تازه داره این سوپ جو هم یک متعادل کننده است یعنی اون حرارت قالب بدن رو به تعادل در میاره چقدر بخورم حتما هفته سه روز ازش استفاده کنید مورد بعدی درمان فردی که اگزما داره باید از شویندهای طبیعی استفاده کنه یعنی شویندهای شیمیایی شرایطش رو بدتر میکنن یا همروز حمام رفتن برشون مناسب نیست چربی مفید پوست از بین میره و باعث میشه این خارش ها این سوزش ها شرایطش رو بدتر کنه و مورد بعدی هم استفاده از شربت سرکنگبین هست شربت معروف طب ایرانی که این شربت اخلاط بدن رو به تعادل در میاره اصلا بیماری یعنی عدم تعادل شربت سرکنگبین هم اگه میبینید که ما تو هر ویدیو برای هر بیماری داریم تاکید میکنی به استفاده از این شربت بی به خاطر همونی که به بدن ما تعادل میده و وقتی که تعادل ایجاد بشه بیماری هم برطرف میشه خب ما به صورت موضعی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا بیماری هر چه سریعتر از بین بره موزه خارش زیادی داره و فرد و بیتاقتش میکنه شما میتونید از ترکیب سرکه سیب و روغن زیتون روغن زیتون دو واحد سرکه سیب یه واحد با هم ترکیبش میکنید و حتی میتونید اگه خارش زیاد داره با یه کیسه ای که با الیاف طبیعی ترجیح هم باشه اون قسمت های خارش رو یعنی کیستون رو بزنید داخل اون محلولتون و اون قسمت هایی که خارش داره رو بدنتون بکشید روزانه یک دفعه شما میتونید این کار رو انجام بدین ولی خیلی باید با ملایمت باشه بعد از یکی دو هفته میبینی که فرد خیلی بهتر شده و خود همون مالش روغن زیتون و سرکه هم خارش و آنن ساکت میکنه اگه روغن زیتون در اختیار نداشتید میتونید از روغن بنفشه یا روغن مرخ هم استفاده کنید اما یک نکته هست که راجع به روغن زیتون باید بهتون بگم روغن زیتون به شدت تو درمان این بیماری مثبت عمل میکنه هم ضد قارچه هم اینکه رطوبت خوبی تامین میکنه و یک آبرسان فوق هم هست حتما روزانه قبل یا بعد از غذا یا صبح چند قاشق روغن زیتون استفاده کنید و نتایج بی‌نظیر اون رو ببینید خب دوست من اگه موارد گفته شده رو به مدت یک ماه مرتب انجام دادید شما میتونید اینجا از هجامت کمک بگیرید و به صورت ریشه بیماریتون رو کاملا برطرفش کنید و دیگه بازگشت نداشته باشه چون شما اینجا یاد گرفتید علت بیماریتون چی هست اگه عضو کانال ما نیستید کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو بفرستید برای کسانی که حقیقتا به این اطلاعات نیاز دارن اون زنگوله رو فعال کن تا با خبر بشی از ویدیوهای بعدی ما